خیلی وقتا گم میشی. چهار تا لقبمون دادن. ما در اسلام تقدسگرایی نداریم. هیچ شیخی و هیچ شخصیتی نباید اجازه بده مردم خام بشن دستش ببوسن. تقدسگرایی در اسلام سبب استبداد دینی و مذهبی خواهد شد. احترام و حرمت و محبت یه چیز دیگه است، اما خم شدن، دست بوسیدن، این تقدسگرایی سبب استبداد دینی و مذهبی خواهد شد. افرادی پایبند بودن، مسلمان بودن، مؤمن بودن، به جایی رسیدن که ادعای خداوندی کردن، مرید و مرادی درست میشه، عبادت ها تعطیل میشه، به جایی که مردم رو دعوت به سوی خدا بکنه، دعوت به پرستش خودش میکنه. یه پرستش غیر از محبت، افراد در محبته. همدیگر رو دوست بداریم، با همدیگه مصافحه بکنیم، همدیگر رو تو آغوش بکشیم، مشکلی نداره، اما خم بشن بندگان خدا دستش ببوسن، هر کسی باشه. تقدسگرایی در اسلام سبب استبداد دینی و مذهبی خواهد شد. چقدر این خدایان ساختگی پیرای طریقت و این مریدای بدبخت دین و ایمان از شما گرفتن، به جایی که خدا رو راضی بکنن همینجور میلرزن جلو به شیخاشون، جلو به این قلب. باید آزاد بشه. آزادی این قلب، این که از عبادت عباد در بیاد و به عبادت رب العباد داخل بشه. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. میخوای دلت بزرگ بشه؟ الم نشرح لك صدرك. قرآن دل انسان بزرگ میکنه. الا و ذکر الله تطمئن القلوب. ایمان، عقیده و توحید، صبور بودن، اونم به خاطر خدا. یا تو این وادی قدم نگذار یا وقتی گذاشتی صبور باش، کارهای بزرگ انجام بده. من خیلی وقت پیش آمدم اینجا، این روستا من خاطرات زیادی دارم. داماد بنده و خواهرزاده بنده ناخدا نظر که دوست حاج حسن و سلمان و دیگره، چند سال اینجا بوده با لنچ سیادیش، مثل برادر خودشون اینجا پذیرفتنش، سالهای سال اینجا بوده. خواهرزاده بنده محمد امین نظرزاده سالهای سال اینجا بودن، نگفتن این قسمت دریا مال ماست، روزی مال ماست. آمدن اینجا، تحویلشون گرفتن، مثل یک برادر روابط خانوادگی داریم. امروز در حقیقت من آمدم عروسی برادرزادم تقریبا.